بسم الله الرحمن الرحیم. عصر شما هموطنان عزیز بخیر، انشاءالله که خوب و سلامت باشین. بیننده برنامه دنیای ورزش هستین. من سید حتفروش تا نیم ساعت به اتفاق همکاران ما با شما هستیم و جزئیات برخی برنامه های ورزشی رو دنبال میکنیم. امروز طبق روال برنامه در برنامه با خود یک از مسئولین فدراسیون ملی جوجیتسو رو داریم که در مورد مسابقات و فعالیت های این فدراسیون صحبت خواهیم کرد. سید شاهنشاه علوی معاون اداری فدراسیون ملی جوجیتسوی افغانستان اینجا با ما در استودیو هستند که بیشتر روی این موضوعات صحبت خواهیم کرد. آقای علوی بسیار خوش آمدین، سلام، وقت بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام و درود خدمت تمام هموطنان عزیز و ورزش دوستان و جناب سروش صاحب که حاضر هستین. سلامتی، عصرتان بخیر. بخیر باشین. رقابت هایی که برگزار شد در کابل در جریان هفته، لطفا در موردش کم معلومات بدین، چه رقابت هایی بود؟ خب در کل مسابقات نام عنوانش کپ امارات بود. از ده ولایت ما دعوت کردیم که خوشبختانه در 8 ولایتش حاضر شدن و دو ولایتشان حاضر نشدن به دلیلی که بودن، و مسابقات هم بسیار خدا رو شکر به وجه احسن پیش رفت. درست. مجموعا چند ورزشکار شرکت کرده بود؟ خب به تعداد 75 نفر شرکت کرد که ما در 75 نفر به حساب مد نظر داشتیم. از ولایت هایی که خود کسی را آورد و چون میمان بود بر از اونا چیزی نگفتیم، گفتم خیر که شما از ولایت آمدین، زحمت کشتین، میمان هستین، اونا را هم گرفتیم. 80 نفر ورزشکار را داشتیم در مسابقات. درست. رقابت هایتان که برگزار شد در کدام کاتگوری های سنی و در کدام رده های وزنی برگزار شده بود؟ خب این دو کاتگوری بود، یکی جوانان داشتیم یکی بزرگسالان. همین دو کاتگوری بود. درست. و وزنشان فرق نمیکنه؟ وزنشان فرق میکنه، چون جوانان وزن خود داره، بزرگسالان وزن خود داره. درست. هدف از برگزاری مسابقات چی بود؟ هدف از برگزاری مسابقات یکی که خود ریاست تربیت بدنی سر هر فدراسیون یا دستور بگیم یا امر کرد که مثلا شما باید مسابقاتتان بگیرین، به خاطر تشویق و به خاطر انگیزه دادن به جوانان، که یعنی ورزش با سیاست، با تحولات دولت، با نظام گبا کار نداره، ورزش کار خود میکنه که جای خوشی است. و این واقع چه برای هر افغان، برای هر ورزشکار باید امروز خدا خدا شکر کنه که این هر چه تغییرات آمد برش، اما با ورزشکارا تغییرات تین آمد چه خیلی خوب هم شدن دیگه. یعنی اصل هدف مسابقات همی بودن که ورزشکاران مثلا تشویق شه، ورزشکاران تحت تاثیر همچه تحولات نره، یعنی ورزشکارا بازم انگیزه پیدا کرد که انشالله اداره ما ریاست تربیت بدنی در فکر ورزش، در فکر جوانا هست، ای کسایی که زحمات کشید و اینا به هدر نمیره. درست. ورزشکاران از ولایاتی که آمده بودن سطح مسابقات چگونه بود و همیشه سطح ولایت که میان کم تفاوت هایی را با مرکز داره، در این رقابت ها چگونه بود؟ خب در کل اینجا ما کوشش کردیم که مثل که بیشتر گفتم که مهمانایی که آمد بود، قد ورزشکارایی که مثلا چیزی که ما برشان جدول روان کردیم، یک تا یا دو تا یا سه تا زیاد فاور داد، ما اونا رو گرفتیم شامل مسابقه ساختیم. در حساب رقابت هایی که مثلا بین ولایت ها و مرکز میشه، ما کوشش میکنیم که بچه هایی که مثلا شامل تیم ملی است و بچه هایی که مثلا تاب است، اونا رو قد ولایت نندازیم. یکی که بچه ها مثلا دلخوره پیدا میکنه، یکی مثلا دیده که امی بچه تیم ملی باخت یک مسابقات تشویقی، یعنی روحیش شکسته میشه، و دیگری ولایت ما مد نظر میگیریم. در وقتی که باشه فدراسیون ما و مخصوصا فدراسیون جیسو کوشش میکنه که ولایت ها از مرکز راضی باشن. پس در این مسابقات بازیکنان تیم ملی نبود؟ نه، چون مسابقات نه منتخب بود نه تیم ملی. درست. پس شما این رقابت ها رو که برگزار کردین، حالا در پایانش نتیجه گیری شما چی بود؟ چهره های برتر چی میشن؟ خب در کل ما در این مسابقات چهره برتر نداریم. چرا داریم؟ در شمولی که مثلا بینی که ما میفهمم که خوب فایت کرد و کی بالا آمد، کی نتونست که بالا بیا، اما وقتی منتخب که نباشه، وقتی تیم ملی نباشه، زیاد چهره برتر مهم نیست. به خاطر خود ورزشکارام در این نتیجه رسته که مسابقات تشویقی است، زیاد سطحش بالا نیست. چرا ما فکر میکنیم که اگر منتخب باشه یا تیم ملی باشه، حریفای زیادی داره، اما در تشویقی که
دو حریف و یک حریف بیشتر نداره. شاید در تشویقی بعض وقتا بخی تکفاید داریم. درست. رقابت های انتخابی تان اکثرا با حضور چند ولایت برگزار میشد؟ ما مثلا رقابت هایی که مثلا منتخب یا تیم ملی باشم، بله، هر ولایت که نماینده فدراسیون ما را مثلا نماینده فدراسیون جیسود بر هر ولایت باشه ما دعوت میکنیم. اونایی که میآیند فعالیت خود نشان میدن، اونا هم خوب خوب مثلا در مسابقات بیرون مرزی اونا را پیدا میکنن و ولایت هایی که نمیه شاید یک بار دو بار که نه جناب رئیس صاحب شاید رسما برای ریاست تربیت بدنی استلام بده که نماینده ما در ولایت فعالیت نمیکنه، یه باید در جایش کسی دیگه جا به جا شه. درست. شما احتمالا در رویدادهای قبلی چند ولایت آمده بود در رویدادهای انتخابی تیم ملی؟ خب در تیم ملی مثل که بیشتر گفتم هر ولایتی که ما برای فعلا ده ولایت چند ولایت است؟ ده ولایت برای فعلا نمایندگی دارم یا شاید زیادتر، چون لیستش برای فعلا پیش ما ده ولایت است، شاید بالاتر از او باشه، اما این ده ولایت ما پس در رقابت های قبلی تن که برگزار کرده بودیم ده ولایت می آمد. بله بله و باید هم بیاین. درست. اعضای تیم ملی که جوجیتسو انتخاب کرده از مرکز است یا ولایات؟ اینا اعضای تیم ملی از مرکز ولایت میشن، تنها مخصوصی ولایت نیستن، باید از مرکز ولایت باشه چون اسمش تیم ملی است. درست. چه مدت میشه که تیم ملی با تشکیل شده؟ تیم ملی ما تقریبا به دلیل مشکلاتی که در خود فدراسیون بود و به دلیل مشکلاتی که تحولات آمد، ما چون تیم منتخب خور پارسال ما انتخاب کردیم، بازم جدیانان سیاسی تحولات نظام و دیگه که آمدن، برای فعلا ما مثلا دیگه تیم ملی خود برگزار نکردیم، هم تیم ملی سابق که بودن جایگزین همی آل احمه هستن و تا که بازم دوباره رقابت بین منتخب نشد تیم ملی دیگه همی کسات در جای خود ماندگی است. بازیکنان مثل حسین بخش سفری کسایی هستن که در همین رشته افتخار آفرینی کردن، حالا رفتن در یک ورزش دیگر هم مثل ایمیمی حضور پیدا کردن، با اونا همچنان روند حضورشان در تیم ملی هست یا چگونه است؟ نه نیستن. شاید حسین بخش جان یا طرفدارش هم ما رو ببینه یا بشنوه، به دلیل از اینکه مسابقات به آزاد ما مخالفش نیستم، اما مسابقاتی که ما برای فعلا در فدراسیون جیسو استیم یک لایحه خاص خود داره که نمیتونیم مثلا یک کانفوکار یا یک بوکسر یا یک امیمه کار به مثلا در روز مسابقات تیم ملی به شامل تیم شه، به خاطر چی از قوانون جیسو به خبر هسته؟ حسین بخش جان بازم از این نقطه نگذاریم که باز حسین بخش جان شاید ببینه یا بشنوه، حسین بخش جان سیسته تجربه فوق العاده در جیسو داره، یعنی گل سرسبد جیسو است، یعنی افتخار فدراسیون جیسو است، اما خب بازم حسین بخش جان برای فعلا دمی وقتایی که تغییرات آمده شامل فدراسیون از تیم ملی کنار رفتن؟ بله خودش کنار گذاشته شدن یا کنار رفتن؟ خودش رفته، کنار گذاشته نشده چون یک کسی از اولای لیاقت خاص خود داره. درست. حالا پس به جای حسین بخش سفری چهره جدید انتخاب کردین در تیم ملی؟ تونز جای حسین بخش کسی فور نکردم که مثل حسین بخش دیگه کسی نه این خو این معلوم داره سطح مسابقات همه هموطنان رو میدونه در هیچ رشته ورزشی کس جای کس رو گرفته نمیتونه، هر کس جایگاه خاص خود داره، اما در کل شما کسی دیگر معرفی کردین برای جایگزینی؟ این رقم معرفی نمیشه، تیم ملی مثلا اینال یک رقم معرفی میشه، مثلا ما حسین بخش جان اول بودن سابق که شامل تیم ملی بودن، کسی که مثلا دوم بودن او در جایش میه و کسی سوم بودن او در جایش میه، اما برای فعلا ما صراحتا میگم چون معلومات راجع دزی با را ندارم تانوزه برای من مشخص نیست که جای حسین بخش کسی آمد شد، برای فعلا جای حسین بخش ما کسی نگرفتیم، جای حسین بخش خودش هسته. پس حالا رقابت های بیرون مرزی در پیش هست یا نه؟ بله در بحرین مثل که یک مسابقات بیرون مرزی بودن که هم بازم به دلیلی که شاید امکانات ریاست تربیت بدنی نداره از نظر اقتصاد، خب شما در جریان هستین، بسته افغانستان متزلزل شد و بخصوصا که ورزشکارا که سابقه مطور امکانات نداشت و برای فعلا هم به دلیلی که امکانات در دسترس فدراسیون قرار نگرفته مسابقات رفته نمیتونه بچه. احتمال اگر برین شما چهره هایی رو دارین که مثل حسین بخش نتیجه بگیره؟ بله. در رویدادهای قبلی دستاورد چی بوده از فدراسیون جوجیتسو افغانستان؟ غیر از مدال‌های طلایی که حسین بخش سفری در سال 2016 بود که فکر می‌کنم اگر اشتباه نگم یا 2017 در ترکمنستان بود که گل کردن، اولین مدال طلایشان ناماشنا شد و اولین گام افغانستان بود. پس از اون مدال طلا از دبی گرفتن
فجیره بود فکر میکنم و مدال های دیگر. حالا شما جایگزین همچون آدمی را دارین که بتونه در این حد اعتماد بازی کنه و رقابت بکنه؟ بله، بعد نفرجاسون امروز از نظر ما خب پیشترم گفتم مثل حسین بخش نداریم، چون کس مثل کس نمیشه، هر کس با کس با خود یک کسی میشه و داریم نام خدا جوانای فوق العاده را که شب و روز زحمت میکشه داریم. اما یعنی مسابقات برگزار شده بیرون مرزی امکانات در ریاست تربیت بدنی بده فدراسیون جیسو از نظر نیروی هیچ مشکلی نداره. شما رقابت هایی که برگزار کرده بودین تشویقی؟ بله. هزینش فدراسیون داد؟ بله، هزینش کاملا فدراسیون داد. درست. پس المپیکش المپیک و ریاست تربیت بدنی هیچ دخالتی نداشت؟ نه، اما دخالتی نداشت چون امی امکانات که دادن بازم از فدراسیون حساب خود دقیقه میگیره که امروز خود ما از ریاست تربیت بدنی آمدیم در حسابداری بودیم، چون ولایتایی که نامدود باید دوباره مثلا این را در ریاست حساب بدیم که نامده مشکل میشه. منظور تان اینطور است که هزینه و امکانات ریاست تربیت بدنی به شما داده شما مصرف؟ بله، بعد دوباره از ما حساب هم میگیرم. درست. پس با توجه به امکاناتی که ریاست تربیت بدنی در اختیار فدراسیون ها قرار میده برای برگزاری همچون رقابت های، چرا هزینه های بیرون مرزی رو پرداخت نمیکنه؟ خب اگر یعنیش مثل که یک شبنم به دریا باشه، یعنی یک هزینه ری که مثلا ریاست تربیت بدنی دیم چون یک مسابقات تشویقی میده، یه سفر خرچی یک تیم نمیشه، چون یک ورزشکار باید آمادگی خب قطره دریا میشه چند رویداد کنار هم بگذارن، سفرهای ولایتی رو کمتر بسازن بتونن ادامه بدن. خب شاید هم بتونن، اما ما خب چرا فدراسیون های مثل فدراسیون جوجیتسو که افتخار آفرین است چنین ادعایی نمیکنن، مطرح نمیکنن در جلساتی که با ریاست تربیت بدنی دارین با فدراسیون ها دارین، چرا موضوع مطرح نمیشه که همچون سفرهایی که مسابقات عمومی در ولایات برگزار میشه کمی کاهش پیدا کنه، سفرهای تیمای ملی ما به مسابقات بیرون مرزی مطرح شد؟ خب من یک چیزی که براتون گفتم میتونم شاید که دوستا ببینه، خودم ریاست تربیت بدنی خواستن که در جهانیان نشان بده که امارت اسلامی این مخالف پیشرفت ورزشکارا و مخالف ورزش نیسته که میره هزینه کرده دیگه، برای فعلا دو شرایط دو وضعیت نیست که یک هزینه بیرون مرزی رو به ورزشکارا بده که بره، یه خواست همزی امارات همی بودن که به بیرون نشان بده که ما ورزش یا ورزشکاران تشویق. مسابقات بیرون مرزی تان در کدام زمان بود که نمیتونه شرکت کنه؟ که گفتیم شرکت نمیتونیم، گفتیم به احتمال چون از نگاه بودجه شما بودجه کافی ندارین. خب تقریبا یک 25 روز وقتش مانده که وقتش هم تیر شده، وقتش تیر شده، مگم وقتش کم مانده، ببخشین گفتم تیر شده، وقتش کم مانده دیگه. صراحتا میگم در اینجا ما شرکت نمیتونم. آمادگی گرفته بودیم؟ آمادگی گرفته دیم، اما بازم بر میگرده سر هزینه. درست. حالا برنامه های افغانستان چیست که در داخل افغانستان جدا از کابل در ولایات چه برنامه های روی دست داریم؟ افغانستان یا فدراسیون؟ فدراسیون مجموعه داخل افغانستان ده ولایت که داریم بدون کابل منظورم است. خب اینا فدراسیون از خود هیچ نوع هزینه نداره، فدراسیون حتی که رئیسشان افتخاری است، معاونش افتخاری است، اینا مثلا از خود ورزش چیزی نداره در افغانستان، چون ورزش هم جمعی هنر میشه، چیزای هنری پول نداره. اما آنچه که برای ما ریاست تربیت بدنی دستور بده، آنچه که برای ما بگه، ما دولت ولایت‌ها را ما منظور میکنیم دیگه. بالاتر از برنامه روی دست است برای فعلا نه چیزی، برنامه این یک برنامه بود که ختم شد، برای فعلا برنامه خاصی ندار. بسیار تشکر آقای علوی، انشاءالله که در کارهای فدراسیون شما موفقیت داشته باشین و به امان گونه که حسین بخش سفری درخشید از تیم شما جوجیتسو باز هم کسایی رو داشته باشیم که سرخ روی برای افغانستان باشه. بخیر باشین. بسیار تشکر. خوش میکنم. بسیار تشکر از همراهی شما. هم صحبت های سید شاهنشاه علوی معاون اداری فدراسیون ملی جوجیتسوی افغانستان شنیدین. بعد از وقفه هستیم با نثار عبدالرحیمزی مدالیست المپیک جوانان افغانستان که از سوئیس با ما صحبت خواهند کرد. وقفه. دوباره خوش آمدین. ادامه برنامه و همچنان با شما هستیم. دنیای ورزش را بینید هستیم. یادآور شوم که همان گونه گفتم نثار عبدالرحیمزی مدالیست المپیک جوانان افغانستان فعلا از خط اسکایپ از سوئیس با ما هستند. نثار عبدالرحیمزی کسی که توانسته بود مدال المپیک جوانان بوینس آیرس را به نام افغانستان کسب بکنه در رشته ورزشی تکواندو، از افغانستان در تحولات اخیر که آمد رفتن به روسیه، پس از او فکر میکنم اوکراین رفتن
و در نهایت تحولاتی که هم در اوکراین سبب شد. متاسفانه نثار در همین تحولات چندین کشور را مجبور شد که ترک بکنه تا برسه به یک مقصد جدید. و عکس‌های اخیری که از او در صفحات مجازی پخش شده بود فوق‌العاده برای هواداران یک کم بسیار سنگین تمام شد که ما در وضعیت هستیم که بهترین های خود را در حال از دست دادن هستیم. اما امیدواری وجود داره که دوباره این چهره های برتر خود را در اختیار داشته باشیم و با اونا روزهای درخشان خود را دوباره تجربه کنیم. فعلا با عبدالرحیمزی عزیز بیشتر صحبت میکنیم و همچنان پیگیری میکنیم که فعلا کجا هستن. گرچه گفتن از سوئیس صحبت میکنن اما این سفر طولانی و همه موارد را بررسی میکنیم. آقای عبدالرحیمزی سلام، وقت بخیر، بسیار خوش آمدین به برنامه. سلام خدمت شما و خدمت همه بیننده های عزیز و هموطنان عزیز. امیدوارم که لباس صحت بر تن داشته باشه. بسیار تشکر. عبدالرحیمزی عزیز، چی شد؟ از افغانستان چه زمانی خارج شده این و چگونه این سفر را تایید کردین؟ خب قسمی که شما در جریان هستین، تحولات که در افغانستان رخ داد، پیش از اون تقریبا 25 روز پیش از اون به طرف مسکو حرکت کرده بودم به خاطر مسابقات یوروکاپ، مسابقات فوتبال قرار بود که من برم به شهر سن پیترزبورگ روسیه و به خاطر مسابقه دیدن مسابقه سلواکیا برای سویدن بود. بعد از او دیدم ولایت افغانستان در طریق رسانه ها می دیدم ولایت افغانستان پای دیگه سکوت می کردم. خب مسابقه را که تیکت کرده بودم نتونستم دیده و نرفتم و بعدش هم رای فامیلی در تماس شدیم کلان کابل و مرکز افغانستان هم ولایت مرکز کابل هم سقوط کرد و خیلی یعنی جگرخون شدم. بعد از او یک مدت در مسکو بودم در روسیه و بعد از او تصمیم گرفتم که نظر به مشکلات که در افغانستان و در ولایت رخ داد رای غیر قانونی را در پیش گرفتم، رفتم طرف اوکراین و یک چند مدت را در اونجا بودم و متاسفانه بگویم که تحولات و جنگایی که در یکی شما در جریان هستین و از طریق رسانه شاهد هستین که میالا هم در اوکراین جنگ جدیار داره و مجبور شدیم بس کشور اوکراین هم از رای غیر قانونی طرف کشور اروپایی حرکت کنیم و زیادتر از افغان ها و مهاجرین دیگر کشور هم مجبور شد به ترک اوکراین شدن. درست. سفر چقدر سنگین تموم شد براتون؟ جدا شدن از وطن، از خانواده و دوستان و ورزش؟ خب هیچ کسی دوست نداره از وطن، از فامیل و بخصوص از هموطنا و همتیمی های خود و بخصوص در فدراسیون تکواندو یک مدت طولانی در مدت تیم ملی بودم و خوشبختان دستاوردهای خوبم و فدراسیون تکواندو و جامعه ورزشی افغانستان داشتیم. خب سخت است، نمیخواستم اصلا که این را در پیش بگیرم اما بعض اوقات در زندگی به طبق میل ما پیش نمیره و بعض وقتا مجبور میشیم به این کار. و پیش از این مسافرهای داشتم رسمی به کشور آرژانتین و کشورهای خوبتر از اینجا که میتونستم در اونجا پناهنده شم اما هیچ وقت نخواستم به کشور دیگه پناهنده شم. از طریق سفرهای رسمی تربیت بدنی مثل که دیگر ورزشکارهای ما در قبل و در حال هم چند مدت پیش ورزشکارهای ما فرار کردن و نخواستم که دوباره به کشور برگردن. من نخواستم هیچ وقت که از طریق پولی که از طرف تربیت بدنی و از طرف دولت افغانستان به خاطر سفرهای ما داده شده بود و ما را رای سفر به خاطر مسابقات کرده بود، ما فقط به خاطر فخار بخشیدن به کشور ما همیشه بر سفرها رفتیم و خوشبختانه دست پرم برگشتیم. ما فعلا با بودجه شخصی خود ما آمدن تا اینجا و ایران در پیش گرفتیم. فعلا در سوئیس چگونه جای پای جور کردین؟ زندگی چگونه است در سوئیس؟ چند روز میشه رسیدین؟ خب تقریبا 4-5 روز میشه که ما رسیدیم در کشور سوئیس و فعلا در اینجا پناهنده شدیم. متاسفانه بگویم که فعلا در اینجا در کمپ قرار داریم و اسناد مطابق مراحل نشده و فعلا در کمپ هستیم منتظر اینترویو. درست. شما بعد از روح الله نیکپا اگر یادآور شویم تنها مدالیست المپیک جوانان افغانستان هستید و در حساب المپیکی اگر حساب کنیم رده جوانان هم در کنار المپیک اصلی بگذاریم شما دومین مدالیست المپیک افغانستان هستید. فعلا تصمیمتان بر ادامه تکواندو چیست؟ چه کار میکنین؟
خب سروش عزیز، فیلن دقیقا ما با شما گفتن نمیدونم، چون که در افغانستان هم شما قسم که در جریان هستین، تمام مردم افغانستان در مشکلات اقتصادی جدی قرار دارن. فامیل خودم هم در افغانستان هست، ما در اونجا تولد شدیم، بزرگ شدیم، فیلن فامیلیم در مشکلات یا قرار دارن در افغانستان. فیلن پیش از پیش ما با شما سرسدی و عدد آدن نمیدونم که من در آینده ما پلانای دارم، اما فیلن ما کوشش ایده دارم که کمک با فامیل و بعضی ورزشکارهایی که به سرنوشت هستن، مثل ورزشکار دیگه ما همتیمی و پارتنر من فرزاد منصوری فیلن در کمپ هستن در دوبای و یک ورزشکار دیگه ما در کشور روسیه پایین منوری در اونجا به سرنوشت هستن، تحولات راه داد مجبور به ترک کشور شدن و در ورزشکارها و سیدادا از افغانستان تصفان خارج شدن. فیلن پلانایی در پیش خود دارم، اما نمیدانم پیش از پیش بر شما گفته چون که پیشبینی نمیشه چند روز بعد چی رخ میده، اما با ورزش ادامه میدم و انشالله که بتونم یا از طریق تکواندو یا هم از طریق کدوم رشته ورزشی دیگه پلان دارم که از یک رشته ورزشی دیگه بتونم به کشورم و به مردم خدمت گزار باشم. شما از موضوع بسیار جالب اشاره کردیم، ناتوی استعدادهای افغانستان رفتنشون به بیرون از مرزها. در طول این تحولات اخیر شاهد این موضوع بودیم، رفتن استعدادهای بزرگ ورزشی ما چه ضربه‌ای میتونه به بدنه ورزش افغانستان وارد بکنه و فلج میشیم یا که دوباره کسایی هم هستن که پاورجا بسازه ورزش؟ خب دقیقا گفتن نمیتونم بر شما، چون که سرمایه‌گذاری بیش از حد بالای ما شده بود، بخصوص بالای تیم تکواندوی افغانستان و رشته‌های ورزشی دیگه در دولت قبلی. حداقل اگر امکانات وجود نداشت، من زیادتر وقت سریق رسانه، سریق رسانه های شما و سریق رسانه های ورزشی افغانستان به خاطر حق و ورزشکارا صدای من بلند کردم. من متاسفانه در دولت قبلی هم هیچ توجه خاص من ندیدم، شخصا به خاطر خود خاص نکرده بودم، اونا یک مقدار پول معاش رو معاونت تعیین کرده بودن، اما خاص از دولت قبلی بود که با ورزشکاران نسبت به جایگاه و مدال‌هایشان حداقل یک مقدار حقوق تعیین شده که بتونن فامیل خود و حداقل خود از لحاظ مالی سپانسر کرده بتونن و رژیم‌های غذایی و امکانات ورزشی کم رو اگر حداقل بتونن که ریکاور کنن. اما متاسفانه فعلا استعدادهای اصلی افغانستان که رول عمده ای را داشتن، با فرزاد منصوری هم در مسابقات المپیک توکیو خوب درخشید، افتدار تکواندو افغانستان بود، چند بازیکنی که بود من فعلا مهاجر شدم، مجبور به مهاجرت شدم و چند بازیکن دیگه ما پیمانواری از رشته شنا و بازیکنهای دیگه ما آواره شدن و بدبخت شدن کلان. حالا فکر نمیکنم که افغانستان دیگر شاید باشه استعدادهای زیاد، اما یک ملت وقت بسیار زیاد را میگیره که بالای از اینا سرمایه‌گذاری شه و تجربه کافی از میادین بین‌المللی بگیرن. بسیار سخت است که یک ورزشکار را دقیقا ما آماده بسازیم و رای مسابقات بین‌المللی بکنیم، چون که نیاز به مسابقات و تجربیات بیشتر داره و نیاز به تمرین بیشتر داره که اونا بتانن از مسابقات جهانی و المپیک شاید مدال باشه. بازیکن های دیگه ما هستن در افغانستان، اما اونا از نظر من فکر نمی کنم که به این زودی ها بتانن مدال های خوب را بگیرن، اما خود راستون تکانده مسابقات را برگزار کرد و شما در ایران هستین از چندین رویداد که در اخیر برگزار شده بود، بازیکن های ما خوب درخشیدن، چند بازیکن ما مدال کسب کردن، اما دو سه بازیکنی که باید می بود در تیم تکواندو افغانستان مجبور شدن و افغانستان رو ترک کنند بنابر مشکلات که رخ داد. از تصمیمی که گرفتی بر ترک وطن و رفتن به اروپا از راه غیر قانونی راضی هستی؟ خب سر جان، من قبلا به شما یادآوری کردم من مجبور به این کار شدم، چرا که در دولت قبلی هم او چیزی که از لحاظ مادی ما از دولت بسیار توقع بالا نداشتیم. کلن مربی کوریایی ما به کوریا رفت و فیلن سرمربی تیم ملی تکواندو افغانستان صفحۀ ترکی است. ما سرمایه بزرگ را از دست دادیم در افغانستان، آقای مینسین پاکر مربی کوریایی ما را که زیادتر کسا با چهرهشان آشنایی ندارن، ما مدیون زحماتشان هستم، با لاین اکبان صحبت باخوی و فیلن که مدن پیش روی شما نشسته ایم از برکت از اونها است و اولین بار
صاحب مدال المپیک و مدال های جهانی و آسیایی از زحمات خانم زیپان بود که ما افغانستان صاحب مدال های خوشنگ ساختیم. اما حفظ نشدن، دولت افغانستان کوشش نکرد که ما را حفظ کنه و بخصوص ورزشکارهای خود را نتونستن فدراسیون مدیریت کنند و حفظ کنند. در این اخیر هم من برای کسای در بخش تیم المپیک در تماس شده بودم، در اوکراین هم بسیار در شمایت بد قرار داشتم، اما از طرف IOC کمیته بین ملی المپیک جهانی و از طرف کمیته ملی المپیک افغانستان هیچ نوع کمک و هیچ نوع تماس با ما گرفته نشد. وقتی که تماس هم گرفتیم چند بازیکن ما که قبلا بر شما یادآور شدم، پایین جان و فرزاد منصوری و ما در تماس هم شده بودیم، هیچ نوع کمک با ما صورت نگرفت. وقتی شما و کارهایتان در مصبت رخانه کنین، حتی یک رئیس فدراسیون بیلیارد اگر بر شما آشانی داره نباشن، محبوب شاه درابی در قطر به سرنوشت هستن، آن فعلا نمی کنم که در کجا هستن، اما چند مدت پیش هم باید امرای شما با تماس بود، اونو هم اونو تو به سرنوشت بکر کنین. یک رئیس فدراسیون که به اون رقم به سرنوشتی در کشور بیگانه و هیچ کمک نه از طرف کمیته بین المللی المپیک و نه از طرف دولت افغانستان برای اون صورت بگیره، چگونه ما پس توقع دارن اینا ما پس برگردیم به کدام روحیه به کدام انگیزه؟ پس کنم. بسیار تشکر. بسیار تشکر آقای عبدالرحیمزی که در برنامه بودین. برای شما موفقیت میخوام. انشاءالله که شما را دوباره در میدان بین المللی ببینیم با لباس سفیدتان که بدرخشین و از مدال های رنگینتان هم لذت ببریم. تشکر. خدا بکنه که ما هم بتونیم دوباره از اینجا ورزشکارهای خود را از فاقد توان بتونیم حمایت کنیم و حداقل با کشور ما خصیص خدمتگزار باشیم. انشاءالله. بسیار تشکر. سلامت باشیم. نثار عبدالرحیمزی ورزشکار مدالیست المپیک جوانان که از سوئیس روی خط اسکای با ما وصل بود. بسیار تشکر از شما بینندگان عزیز که برنامه رو دنبال کردیم. میتونید برنامه رو امشب ساعت 11:30 از آریانا آریانا نیوز ببینید و رادیوهای آریانا و آریانا نیوز بشنوید. فردا 7:30 بامداد همین برنامه نشر میشه. وقت بخیر.